بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های راه روشن خدمت شما هستیم. اگر خاطرتون باشه چند ماه اخیر بحث‌های مفصلی در مورد افزایش ظرفیت پزشکی در بین مجامع دانشجویی و سیاست‌گذاری و افکار عمومی مطرح شد. اون تلاش‌ها و مباحث منجر به این شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد ماجرا شد و مصوبه‌ای در مورد افزایش ظرفیت پزشکی داشت که مبنی بر این که سالیانه به مدت 4 سال 20% ظرفیت پذیرش پزشک عمومی افزایش پیدا بکنه و بنا شد که وزارت بهداشت در مورد تخصص و دندان پزشکی برنامه افزایش ظرفیت خودش رو اعلام بکنه. خب این روزها موقف دوباره تصمیم گیری در مورد برنامه وزارت بهداشت در مورد تخصص و دندان پزشکی هست و مجدداً مباحث حول و حوش افزایش ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی توی محافل تصمیم گیری کشور مطرح شده و به یک موضوع جنجالی و مهم تبدیل شده، از تهدید به استعفا تا عرض کنم که ترک کار و امثال هم مباحثی بوده که متاسفانه ذینفعان ماجرا مطرح کردن و تلاش‌های گسترده‌ای که خب شورای انقلاب فرهنگی بر جهت منافع عمومی در حال تلاش داره برای اینکه بتونه ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی رو افزایش بده. امروز در خدمت آقای دکتر سید جلال موسوی هستیم، مدیر کل تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی شورای انقلاب فرهنگی و می‌خوایم سرنوشت اون مصوبه رو و مشخصاً بحث افزایش ظرفیت دندان پزشکی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خدمت شما خوش اومد میگم آقای دکتر، خیلی خوش اومدید. عرض سلام و خداوقت خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان گرانقدر شما، در خدمتتون هستم. ممنونم از اینکه تشریف آوردید. آقای دکتر، در مورد اون مصوبه یک توضیح میدید که چه اتفاقی افتاده تا الان و فرآیند چی بوده و تا الان چه دستاوردی داشته تا بتونیم در مورد فضای فعلی صحبت بکنیم؟ واقعیتش اینه که ما حدوداً قریب به 2 سال هست که بحث نظام سنجش و پذیرش و کنکور رو مورد بررسی قرار دادیم تو شورای انقلاب فرهنگی. نظام مسائل این حوزه استخراج شد، بعد دیدیم یکی از مسائل بسیار مهم و اساسیش بحث کمبود ظرفیت رشته پزشکی دندان پزشکی هست. دیگه رو این موضوع یه خورده تمرکز کردیم، تعداد جلسات مختلف و متعددی با مسئولین وزارت بهداشت، معاونت آموزشی و بخش‌های دیگه داشتیم و نتیجتاً به این بازخورد رسیدیم که یه افزایش 20% سالانه داشته باشه. مبتنی بر این، اگه میخوام یه خورده گذشته‌تر عرض بکنم اینکه چقدر شورا رو این موضوع تمرکز کردیم، بودی که ما هم آمارهای جهانی رو بررسی کردیم، هم مطالعه تطبیقی انجام دادیم، وضعیت میدانی رو دیدیم، یعنی ما توزیع پزشکی و دندان پزشکی، حالا که ما تهران هستیم وضعیت به این صورته. اما آمارهایی هست خدمتتون عرض می‌کنم که شهرستان‌ها چقدر ما این مسئله مشکل دارن، یا وضعیت میدانی بوده یا وضعیت تطبیقی بوده که ما انجام دادیم. متاسفانه مبتنی بر آمارهایی که خود وزارت بهداشت میده، داوطلبین کنکور، دانش آموزان عزیز که تازه دیپلمشون گرفتن، تو مقطع 18 سالگی 19 سالگی مجبورن به خاطر علاقه که به این رشته دارن برن کشورهای دیگه ادامه تحصیل بدن. با تبعات اقتصادی، دلارهایی که تو این وضعیت اقتصادی خارج میشه، بگذاریم تا تبعات اجتماعی فرهنگی، یه بچه 18 ساله باید خانواده خودش رو رها بکنه، یه کشور غریب بره برای اینکه این رشته علاقه داره درس بخونه. و این مسببش یه خورده بحث همین کمبود ظرفیت هست. الان چجوریه وضعیت؟ مثلا چقدر شرکت میکنن و چقدر قبول میشن حدود؟ ما حدوداً 1 میلیون و بستگی به سال 300-400 هزار تا کنکوری داریم که حدوداً 50% و بیش از 50% کنکوری یا فقط رشته پزشکی هستن که رشته تجربی هستن که رقابت برای حوزه پزشکی هست که داریم. و این تعداد ما ظرفیتمون حدوداً 7000-8000 نفر هست. عجب. یعنی قابل مقایسه نیست. ما اون طرف رشته ریاضی داریم، علوم انسانی داریم که صندلی خالی داریم، این طرف حوزه پزشکی، یعنی زیر 1% دکتر قبول میشن. دقیقاً خیلی کار. خب این ناشی از این هستش که ما بازار مثلا پزشکمون اشباع پزشک به اندازه کافی داریم که پذیرش نمی‌کنیم، یعنی تقاضا غیر منطقیه، یا نه پذیرش غیر منطقیه که الان موش موش.
ببینید ما دو تا فکت داریم، یه فکت بستر میدون داریم، بستر زمین داریم که میبینیم خودمون، خانواده هامون، اقواممون، دوستانمون و مردم میبینیم که برای اینکه یه پزشک خصوصا تو حوزه تخصص، فوق تخصص نوبت بگیرن چند ماه تو نوبتن. اون طرف ما میگیم که یه بیمار فقط باید درد بیماریش رو تحمل بکنه، بعد الان بیماره، الان درد داره، باید سه ماه دیگه تازه دکتر بهش وقت بده که اونم چطور چند لحظه و چند دقیقه ایشون رو ویزیت بکنه. من خیلی از دوستان اومدم مثلا بنده حقیقی گفتن که مثلا من رفتم مطب دکتر بعد از سه ماه، اونم چی 11 شب رفتم مطب، تازه 2:30 شب رفتم داخل. آره خدمت های دکتر طولانی. آره بعد زمان زیاد برای گرفتن خدمت و احتمالاً گران بودن شدید. و اون بیمار قبلی که گفته بود مثلا کنار من نشسته بود، چون چند نفر تو مطب پیش دکتر بودن نوبتی به صندلی که یکی یکی ویزیت بکنه، 2:30 شب به بیمار 6 صبح وقت عمل میده. یعنی علاوه بر اینکه تبعات اینجوری هم داره، اون طرف ما میبینیم که مثلا اتفاقات خاصی هم میفته تو اتاق عمل، خطاهای اتفاق میفته، مثلا طرف شیعی وسیلهی رو جا میذاره. عدمش یکی از دلیل اصلیش اینه که ما کمبود پزشک داریم. دکتر تا 2:30 شب بله شدید تو مطب 6 صبح باید عمل بکن. خب این یه بحث فکت میدانی هست. آمارهای جهانی رو ما شاهد هستیم که خیلی اختلاف شدید داریم. من بعضی از آمارا رو جلوتر رفتیم خدمتتون عرض می‌کنم که چقدر ما این اختلاف رو داریم و حتی با کشورهای منطقه این آمار و فاصله ما هم توزیع پزشکی هم دندان پزشکی و تخصص خیلی بالاست. پس فرمایش شما اینه که ما مسئله‌مون لزوماً تقاضای زیاد ورود به رشته پزشکی نیست، مسئله کمبود پذیرشیه که ما الان تو رشته پزشکی باهاش مواجهیم. آماری داریم که ما الان چقدر تو این حوزه کمبود داریم و چقدر مثلا پذیرش اتفاق افتاده؟ ما یه مسئله اساسی داریم، حتی توزیع بهداشت و وزارت بهداشت نیست، این یه مسئله کلان کشور هست که آمارهای دقیق وجود نداره برای این موضوع. یعنی ما تو آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهادهای دیگه هم بررسی بکنیم، این عدم وجود یه سامانه آماری دقیق باعث میشه مشکلاتی ایجاد بشه. اما با همه آمارهای مختلفی که هم که ما بررسی میکنیم، باز ما میبینیم که کمبود پزشک داریم. حتی بحث تناقض آمار اول خدمتتون عرض بکنم، مثلا شما سرانه دندانپزشک رو تو آمار سازمان بهداشت جهانی نگاه می‌کنیم، 2015 در هر 100 هزار نفر تو ایران 33 نفر ثبت شده. 2017 دو سال بعد میشه 32، 2018 یک سال بعد میشه 44 هزار. این آمار کلان است، سرانه پایین تر آن خدمت هست، آمار کلان هست. ببینید تو یک سال حدوداً 12-13 هزار نفر زیاد میشه. مشخص این آمارها آمارهای دقیقی نیست. درست، که این آمارها هم که عموماً مبتنی بر چیزیه که ما داخل تولید میکنیم دیگه. معمولا این آمارها رو از موادی رسمی دریافت میکنن. بله. از وزارت بهداشت یا نظام پزشکی. بله دریافت میکنن. این آمارها کلان هست که اونجا ثبت شده. حالا تو کشور منابع داخلی سرانه پزشک رو به 100 هزار نفر خدمتتون عرض میکنم، اون کلن من عرض بکنم اون کامل بوده دیگه، یعنی 33 هزار، 32 هزار و 44 هزار. تعداد دندان پزشک موجود در سال 1401 هستیم، مال پارسال هست که از موادی رسمی دریافت شده. پروانه صلاحیت حرفه‌ای عدد حدوداً 27500 تا ثبت شده، که اگه سرانه دندانپزشک رو به ازای 100 هزار نفر در نظر بگیریم میشه بودن 32 تا. بله. آماری که نشون میده. نقشه راه درمان سال 1394 توسط خود وزارت بهداشت آماده شد و تهیه شد و اینا. ما مبتنی بر اون آمار، آمارهایی که تو این 6 سال ورودی های رشته دندان پزشکی بوده بهش اضافه کردیم، شد 29700 که حدوداً سرانه به 100 هزار نفر میشه 35 نفر. بله.
حالا اینا که الان من خدمتتون میگم خوشبینانه ترین حالت هست. دو فرض این که حالا اون کد نظامای غیر فعال و اینا رو ازش غیر فعال و این که بخشی مهاجرت میکنن و خدای نکرده فوتی داشته باشیم، چون ما سن بازنشستگی که نداریم توضیح دادن. بله تو بزنشی بله. کد نظام پزشکی هم نگاه میکنیم از اول تاسیس تا الان 42500 تا کد نظام هست، فعال هست، که اینجا حدودا میشه از 100000 نفر 49 نفر. من دارم این آمار دقیق رو میخونم که سوء تفاهمی پیش نیاد. اینجا هم بازم کمی. آره بازم ما خوشبینانه ترین حالت میبینیم دیگه، مهاجرت و فوت و تغییر شغل و همه اینا رو حساب نمی کنیم، لحاظ نمی کنیم با این آمار که داریم. عرضم به حضورتون که من یه خورده جهانیش هم بررسی بکنم خدمتتون. ما اگه باز این آمارهای سازمان بهداشت جهانی که خدمتتون عرض میکنه، ما متوسطمون تو کشورهای جهان خیلی پایین، ما بودن 35 نفر به 100000 نفر هست. اما خب بعضی کشورها رو که میبینیم آمارها خیلی متفاوته. اگه مردم این آمار رو در نظر بگیرن، من چند تا کشور رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا یونان 126 نفره. عجب. یعنی 100% نه، 150% نه، خیلی آمار متفاوته. یا اگه برزیل رو نگاه بکنیم 124 نفره. با 35 نفر اصلا به اون حالت خوشبینانه‌ای که کد نظام پزشکی میگه 49 نفر هم در نظر بگیریم، باز آمارها خیلی متفاوته. اما این آماری که سازمان بهداشت جهانی ثبت شده، اون 35 تا 4 برابر هم در واقع نسبت بله بیشتر آره در نظر بگیریم. عرضم به حضورتون که باز ما آمارهای دقیق‌تری هم دارم خدمتتون. تو منطقه اوضاعمون چطوری آقای دکتر؟ خب اگه تو منطقه نگاه بکنی، من اگه اجازه بدید تو منطقه بعضی از کشورها رو خدمتتون اینجا دارم عرض می‌کنم. ایران که همون 35 نفریه که منبعش هم سازمان بهداشت جهانی است. عرضم به حضورتون که تو کشورهای منطقه لبنان 102 نفره. عجب. گرجستان 76 نفره. سوریه با اون وضعیتش 72 نفره. عرضم به حضورتون که کویت اگه اشتباه نکنم 68 نفره. اردن 71 نفره، امارات 65 نفره، قطر 62 نفره و کشورهای دیگه که من آمار اینجا دارم. یعنی حتی تو منطقه هم موضوع مناسبی نداریم. متاسفانه نداریم. وضعیتمون خیلی خوب نیست. یعنی حتی ما نگاه میکنیم ترکیه، قزاقستان، عربستان سعودی، ارمنستان، اینا همشون وضعیتشون از ما خیلی بهتره. حتی کشورهایی که به لحاظ اقتصادی هم تقریبا تو اوردر اقتصادی ما هستن. وضعیت یه بحثی هستش به نام برابری قدرت خرید. بله. بحث میگن که اون کشورهای سرمایه‌دار هستن و هرچی هست، مثلا قطر وضعشون خیلی خوبه. با این وضعیت ما یه آماری که همین عرض کردم با این شاخص برابری قدرت خریدم، یعنی کشورهایی که به لحاظ اقتصادی بله و توان بله خرید مردم شبیه به ما بله هست. بله بله. عرضم به حضورتون که ایران که همین عرض کردیم آمارش همون 35 نفر هست، میرسیم مثلا کوبا شبیه ماست 167 نفره. نجه حتی کوبایی همیشه آمار خراب میکنن به دلیل اینکه نظام سلامت خیلی خوبی دارن. پیشرفته ای دارن. بله. کوبا رو بذاریم کنار، برزیل 124 نفر، کولومبیا 105 نفر، لبنان دوباره 102 نفر که اون کشوری همسایی هم بوده. آمارها نسبت به اینم باز ما وضعیتمون اصلا مناسب نیست. یعنی هم از لحاظ جهان متوسط جهانی، هم از لحاظ منطقی و هم از لحاظ برابری قدرت خرید ما نشون میدیم که با کمبود دندانپزشک مواجه. همین و شبیهش تقریبا در پزشکی هم ما باهاش مواجه میشیم. تخصص‌های پزشکی. بله تقریبا به همون صورت هست. حالا این وضعیت کلان کشور رو هستش که ما دچارش هستیم. حالا ما جلسه یکشنبه من تازه کمیسیون بودیم، یکی از اعضای کمیسیون که حالا در سطح معاون وزیر هم هست، ایشون میگه من مثلا وقت دندانپزشکی گرفتم 3 ماه دیگر به من نوبت داده. اونم چی؟ تو تهران. حالا نسبت کن تو شهرستان ها وضعیت چطوره؟ آماری از توزیع داریم آقای دکتر. آره اینم خواستم خدمتتون عرض بکنم. الان توزیع خیلی وحشتناکه آقای دکتر. یعنی مگه آمارها رو وقتی ما خودمون بهش رسیدیم خیلی نگران شدیم. تو تهران که حدوداً 11% جمعیت کشور توش زندگی میکنن، آمار هر 100000 نفر 103 نفر، یعنی تقریباً 3 برابر میاد متوسطمون تو اینجا. آره تو تهرانن. آره تو تهرانن. وقتی میرسیم به شهرستان هایی که دارای دانشکده دندانپزشکی هستن،
گفتیم اینا باز وضعشون شاید بد نباشه، ما بررسی کردیم تقریبا عموما اینطوره. اونجا 40 نفره. یکم تقریبا میانگینه. آره میانگینه. اما وقتی میرسیم به سایر شهرستان ها که حدوداً 50% جمعیت، بیش از 54% جمعیت کشور شامل میشن، این عدد میرسه به 16 نفر. خیلی آمار وحشتناکه. ارزم به حضورتون که حالا اگه بخوایم برای مردم واضح تر توضیح بدیم، دندون درد یکی از دردهاییه که آدم خیلی اذیت میشه، فوریت داره اینا، که اگه بخوای وقتشو بذاری برای مدت بعد و یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، علاوه بر اون وقتی پراکندگی کم میشه اونجا، تعداد کم میشه، مثلا تو کرمان شما نگاه بکنید، مثلا یه نفر میخواد به دندان پزشک مراجعه کنه، باید چند ساعت راه بره، آره، با ماشین مسافت رو طی بکنه تا به دندان پزشک برسه. یعنی آمارایی که ما داریم حدوداً 3 تا 4 ساعت هست. بله. این خیلی بده اگه بخوایم این فرآیند رو بکنیم. حالا علاوه بر اون بحث‌های دیگه رو می‌خوایم بهش اضافه کنیم، مثلا پیری جمعیت. بارها هشدار داده شده که ما با آینده نزدیک از کشورهای شامل میشیم که جمعیت سالمندانمون بر اساس آماری که مرکز آمار و دفتر جمعیت سازمان ملل داده، ایران جمعیت سالمند ایران تا 30 سال آینده بیش از 3 برابر میشه، یعنی 150%. بله. آمار خیلی بالاست و تقریبا به همین نسبت هم نیاز به خدمات درمانی افزایش پیدا خب بیشتر بدن. میشه دیگه قطعاً، بس مخصوصا دندان پزشکی این اتفاق میفته و تو آینده ما یه دفعه نمیتونیم، چون حوزه پزشکی دندان پزشکی با سلامت افراد سر کار داره، باید تدریجی و توی فرایند بالینی اینا به این تخصص برسن. بله. یعنی با یه دوره کوتاه نمیتونیم اینا جبران بکنیم، به همین خاطر نیازی که حداقل ما پیشبینی ها رو اینجا انجام بدیم و تو آینده نزدیک دچار بحران نشیم. یعنی آقای دکتر، ما علاوه بر اینکه الان یک کمبود جدی داریم، یعنی اه. به دلیل این کمبود صفای جدی داریم و هزینه خدمت همون خیلی بالاست و اینها، علاوه بر اینکه این کمبود داریم، یک بحرانی هم در آینده باش مواجه خواهیم بود، یعنی افزایش تقاضای شدیدی در آینده باش مواجهیم که این مضاعف میکنه که ما باید ظرفیت رو بیش از حتی معیار فعلیمون افزایش بدیم. دقیقاً. الان من یه آمارهای اینجا خدمتتون دارم، کشورهایی که جمعیت میان سال و سالمندش بالای 20% جمعیت اون کشور هست، آمارهایی که اونا تعداد دندان پزشکی که اونا دارن خیلی بیشتر از ماست. مثلا کشور یونان 129 نفر به 100 هزار نفر دندان پزشک داره، پرتغال 106، آلمان 85، ایتالیا 85، اسپانیا 83، سوئد 82، ژاپن 80. این نشان دهنده اینه که اینا برنامه‌ریزی کردن، یعنی اگه رسیدن به این دوره سرانه دندان پزشکشون افزایش دادن که به این مرحله رسیدن. بله. بعد اما باید یه برنامه‌ریزی اساسی انجام بدیم برای این موضوع. عرضم به حضورتون که یه بحث نیازه که ما اینجا نیاز خدمتتون عرض کردیم. یه چالش اساسی دیگه ای داریم، بحث امکاناته، که الان ما یه تعاملی که مستمر داریم با حوزه وزارت بهداشت اینه که اونا قائلن که ما امکاناتمون برای پرویات پزشک کافی نیست. آره، پزشک بندان پزشک کافی نیستش. برای این موضوع ما جلسات متعددی هم با دوستان مجلسمون داشتیم، هم با سازمان برنامه داشتیم. هزینه‌هایی که برآورد شده مشکلی نداریم با تامینش. یعنی خود سازمان برنامه قول 100% داده که اگه وزارت بهداشت این افزایش ظرفیت رو بده، ما بودجهش رو تامین می‌کنیم. بله. که اون طرف هم مجلس هم همینطور. بله. من خاطرم از آقای دکتر نادری عضو کمیسیون آموزش آموزش عالی مجلس گفتن که ما بودجه آموزش پزشکیمون تقریبا 3 برابر شده در سال جدید. آره، پارسال اینطور بوده. بله. یعنی حدودا 150 هزار میلیارد بودجهشون هست که این عدد اصلا خیلی عددی نیست. عددی که فکر کنم اولش 10% بودجه آموزش وزارت بهداشت میشه دیگه. دقیقش من نمیدونم مثلا، اما برآورد ما برای این افزایش ها حدوداً 1000 میلیارد که 151 هزار میلیارد، یعنی عدد خیلی قابل درشتی نیست که بحث ما خیلی مشکلی نداریم. یه بحث مکان و هیئت علمی و اینا هم هست که اینا هم آمارهایی که ما داریم نشون میده که
وضعیت ما خیلی بد نیست. مکان یعنی اینکه دانشکده یا آموزش پزشکی باشه دیگه. مثلا بیمارستان نیاز داره. بله بیمارستان داریم، هیئت علمی نیاز داریم. واقعیتش اینه که ما دهه 60 نسبت دانشجو به دانشکده دندان پزشکیمون حدوداً 70-75 بر دانشکده بوده. الان تقریباً حدوداً 37-8 زیر 40. یعنی که ما الان میتونیم یه دفعه 50% افزایش بدیم تازه میرسیم به دهه 60. یعنی اون امکاناتی که ما الان داریم چون دانشکده هامون خیلی زیاد شده اعضای هیئت علمیمون زیاد شده. و عرضم به حضورتون که ما از این جهات هم خیلی ما مشکلی نداریم که بخوایم جبران کنیم. الان فکر کنم ما بیش از 40 تا عرضم شما که مجموعه 47 تا 47 تا دانشکده بر اساس آماری که وجود داره 47 تا در حالی که فکر می‌کنم اولاً بالا مثلا 4 5 بوده 8 7 8 بوده آره تعدادش خیلی کم بوده. حالا من از جهت هیئت علمی چطور آقای دکتر؟ هیئت علمی اونم وضعمون خوبه، یعنی بر اساس آمار خود من آمارش هم دارم، آمار خود وزارت با خودم آورده باشم، وزارت بهداشت تو دانشگاه وزارت علوم بالای 20 دانشجو برای هر هیئت علمی 20 خوردی هست، بستگی به دانشگاه آزاد و دولتی و اینا داره. اما استاندارد وزارت بهداشت 1:10 آره. الان وضع موجود 1:5 1:6 1:4 بعضی از دانشکده ها، یعنی باز ما افزایش میتونیم دو برابر کنیم. آره دو برابر کنیم، هنوز به اون استاندارد هم نمیرسیم. اگه 1:4 در نظر بگیریم از این جهت ما خیلی مشکلی نداریم، مشکلات ما این نداریم. نمیدونم این بحث اسمشو بذاریم تعارض منافع هست چی هست. حالا شما خودتون مستحضر هستید دیگه، عموما تو همه کشورها ما وزارت آموزش داریم. بله معمولا آموزش پزشکی ذیل وزارت آموزش هست. بله. اما دیگه ما دو تا کشور هست، یکی ایرانه و یک کشور دیگه کشور کوبا هست که آموزش پزشکیش جداست. خیلی وقتا بحث میشه که باید آموزش پزشکی بیاد ذیل وزارت علوم قرار بگیره، مثل خیلی از کشورهایی که وجود داره. این علتش چیه دکتر؟ علتش همین تعارض منافع. همین تعارض منافع. این 7-8 ماهی که درگیر شدیم با مسئولین این مربوطه، این خیلی پررنگ شده تو جامعه آموزش عالی که جدا کردن این دو تا مجموعه باعث شده که این بحرانی که الان بالا از کم بود آره به وجود بیاد. البته این یه گمان زنی هست، حالا اینکه چقدر با واقعیت نزدیکه، برداشت حقیقی اینه که از واقعیت دور نیست این موضوع. یعنی معمولا سیاستگزار و قانونگزار اون حوزه وقتی خودش ذی‌نفع باشه این تعارض منافع ایجاد میشه. بله. که یه راه حل شاید تو بلند مدت این باشه اصلاح ساختار باشه که بهش برسیم. اما ایه حال ما پیگیر هستیم که این افزایش ظرفیت انشالله مبتنی بر نیاز کشور اتفاق بیفته تو آینده نزدیک ما دچار بحران نشیم. بله. برگردم دکتر به سوال اول، هم اون مصوب یه بخشی داشت که پزشکی عمومی بود که قرار بود ظرفیت پذیرش پزشکی رو ما سالانه 20% افزایش بدیم که حالا بعدتر ارزان بوش باش میرسیم. اما در مورد دندان پزشکی الان صحبت کردیم. بله. الان پیشنهاد مشخصی که وزارت بهداشت بنا بوده بیاره برای افزایش ظرفیت این چی بوده؟ الان این وزارت بهداشت پیشنهادش چیه برای دندان پزشکی منظورتون؟ بله. هست وزارت بهداشت قائله که ما تعداد دندان پزشکی که داریم کافیه و یعنی ظرفیت صفر رو شما اعلام کرده، افزایش ظرفیت صفر قائلن که افزایش ظرفیتی نداشته باشیم. آره قائلن که افزایش ظرفیتی نداشته باشیم. اما خب ما داریم جلسات کارشناسی با اینا برگزار می‌کنیم و تصمیم گیری میشه تا این آینده نزدیک. آره تمام داره که تصمیم بگیریم، اما نیاز داریم که با تعامل با وزارت بهداشت به این نتیجه برسیم. بالاخره موجود اونها هستن. یعنی خودشون هم قائلن. ما یک شنبه که جلسه داشتیم با این دوستان عزیزم بود دکتر حسنزاده، عزیزم صراحتا میگفت که خودم رفتم بازدید از دانشجویان ایرانی که تو خیلی از کشورهای مختلف هستن که وضعیت اقتصادی و فرهنگیشون خوب نیست. خب این نشان دهنده اینه که ما باید یه خورده روی این موضوع حساس بشیم
اینا هم فرزندان ما هستند دیگه، جوانای ما هستند، فردا میخوان برگردن به کشور خدمت کنند. بعد یه خورده فضا رو طوری مدیریت کنیم که اونایی که علاقمند هستن به این حوزه بتونن داخل کشور اون رشته که علاقه دارن درس بخونن که ما از این ظرفیت استفاده کنیم. خیلی خوب. در مورد تخصص شاید دکتر پیشنهاد مشخصی وزارت بهداشت آورده؟ در مورد تخصص هنوز نه، یعنی طرح پیشنهادیشون رو هنوز ارائه نکردن. اونجا هم ما باز دوباره چالش داریم که اون موضوع هم باید حل بشه، یعنی ما هم توضیح دندانپزشکی هم توضیح تخصص البته داریم رایزنی میکنیم، به نتایجی رسیدیم، اما خب باید زودتر برسیم چون بازده 2 ماهه و 3 ماهه فرصت داشتیم که اینا به جنبندی برسیم و تصویب کنیم که الان گذشته، یعنی بیش از 3 ماه گذشته و هنوز ما به نتیجه مناسب نرسیدیم برای این موضوع. خیلی خوب. آقای دکتر الان وضعیت ارزان با شما بررسی این طرح و پیشنهاد در چه مرحله، یعنی ما کی شاید تصمیم گیری شورا خواهیم بود؟ در مورد دندانپزشکی ما نگاهمون اینه که تو اولین فرصت این اتفاق بیفته، یعنی نظر شورا اینه که ما برای سال تحصیلی جدید هم تو حوزه آموزش پزشکی عمومی هم تخصص هم دندان افزایش ظرفیت اتفاق بیفته و انشاءالله همین اتفاق هم خواهد افتاد. حالا باز باید ببینیم این تعامله چقدر شکل اگر وزارت بهداشت تمکین نکنه چی میشه دکتر؟ چون قانونه باید تمکین بکنه، چون مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در حکم قانون هست و وزارت بهداشت موظفه که اجرا بکنه این قانونو. یعنی روی این موضوع خیلی ما الان بحثی نداریم، یعنی نگرانی نداریم، اما خب نمیخوام به مرحله چالش جدی برسه. آره چالش جدی برسه یا به مرحله برسه که داوطلبین خبر نداشته باشه، این آگاهی ها رو باید داشته باشن از قبل و هم برنامه‌ریزی بتونن بکنن. من برداشتم اینه که به سال تحصیلی امسال میرسه انشالله. برآورد شما اینه که عددی که احتمالاً افزایش ظرفیت اتفاق میفته چقدر باشه دکتر؟ در مورد دندان پزشکی مشخص ما پیشنهادمون 20%. چند سال؟ ما همون 4 سال و مثل عمومی؟ بله مثل عمومی نظرمون اینه که این اتفاق بیفته. خب ما 4 سال 20% افزایش بدیم، آیا عددمون سرانمون چقدر میشه؟ یعنی میرسیم به اون عددهای مطلوبمون یا نه؟ نه نمیرسیم، ما دیگه اون وضعیت مطلوب بخوایم برسیم خیلی طول میکشه. یعنی اما اگه بخواییم مطلوبی که پیش بینی داریم پیش بینی داریم ارزم به حضورتون که الان بر اساس سند درمان وضع موجودمون 33 هست. درسته. اگه همینو ممنوع قرار بدیم منطقه 42 که ارزم به حضورتون که حدوداً 8 سال طول میکشه که منطقه بریزیم. اگه میانگین کشورهای گروه 20 در نظر بگیریم که الان حدوداً 68.5 هست 21 سال طول میکشه با همین ظرفیت 20% سالیه. 20% آره. اگه با همین ظرفیت الان که حدوداً زیر 2000 نفره باشه که هیچ وقت نمیرسیم. بله طبیعت. اگه افزایش ظرفیت 5% باشه 27 سال طول میکشه که برسیم به منطقه تا. نه به گروه 20. به گروه 20. اگه بخوایم 20% افزایش داشته باشیم تا حداقل 3 سال یا 4 سال این باشه حدوداً 20 سال طول میکشه که به اون 21 سال یعنی ما برسونیمش به مثلا ارزامشون سالیانه 20% اضافه بکنیم بعد ثابت نگه داریم همون روی عدد که میاد حدوداً 20 سال ما طول میکشه برسیم به ظرفیت کشورهای مثلا جی 20. بله اگه خیلی عدد زیادی های دکتر. آره زیاده. یعنی 3 دوره آموزشی از الان بعد ارزم روشان تی بشه، 3 نسل تی بشه تا برسن مثلا به اینکه برسیم. آره حالا اگه ما اون اتفاقی که جامعه شناسا میگن، جمعیت شناسا میگن به پیلی جمعیت بخوریم باز این وضعیت بدتر میشه. این افزایش 20% رو داشته باشیم میشه حدودا 27-28 سال. بله یعنی برای کشورهای سالمند این تعداد سالها خیلی بیشتر میشه، اما با افزایش ظرفیت 5% یا همین وضع موجود رو ادامه بدیم ما از این وضعیت بحرانی عبور نخواهیم کرد.
متاسفانه. خیلی خوب، ممنونم آقای دکتر. یه نکته باقی مونده که قابل ذکر هست و نیازی که بفرمایید. حالا ما خیلی نگران این موضوع نیستیم، امیدواریم که با تعاملی که با وزارت بهداشت داریم سریعتر این اتفاق بیفته. ما بیشتر از شما نگران آقای دکتر، ما خیلی نگران. تجربه ما لااقل نشون داده که متاسفانه ارزم شما پزشکان محترم، یعنی قشر نازکی از پزشکان که در مصدر امورن در وزارت بهداشت، در نظام پزشکی و نظام دندان پزشکی، همواره در مقابل این تغییرات مقاومت میکنن و حاضر به روی حاضر نیستن که منافع عموم مردم رو در نظر بگیرن و دفاع میکنن جدی. و اینم غیر عیان نیست، یعنی به سایت نظام پزشکی شما مراجعه بکنید، حجم بسیار زیادی از جلساتی که از مسئولین ارشد کشور در جاهای مختلف، در حاکمیت، در دولت، در مجلس رفتن و عرضم به شما همین مباحث رو مطرح کردن مشهوده. و به نظرم در حرکت شورای انقلاب فرهنگی به نظر من خیلی شجاعانه و رو به جلو هست و خیلی مبارکه که شورا در این جنس مباحث ورود میکنه که خیلی هم به منافع عمومی مردم و به زندگی مردم نزدیکه. اما باید به نظرم میاد که خیلی مراقبت بکنیم از اینکه اگرچه اون تقابل و اینها اتفاق نباید بیفته و بالاخره شورا، بالاخره وزارت بهداشت بعد اجرا بکنه مصوبه رو، اما نگران این باید باشیم که اون چیزی که مطلوب ماست اتفاق نیفته و شورا متاسفانه عرضم به شما دور نخوره توسط این دوستان. نه ما که کتا نمیایم. حالا ما نگاه همون اینه که خود مسئولین وزارت بهداشت دغدغه من هستن، اونا هم نیاز مردم رو میخوان برطرف بکنن. ما نگاه همون اینه که هدفمون مشترکه، یعنی ما این جلساتی که با این دوستان داشتیم، یعنی اینکه توضیح درست نیستش، اینا هم قائلن توضیح درست نیست، اینه که واقعا ما انقلاب مزدصفینه میگیم. بعد مثلا میبینیم که دسترسی سیستان بلوچستان از همه کرد، سیستان بلوچستان، بندر عباس، استانهای لب مرزی و حتی مثلا استان مثل کرمان وضعشون خیلی مناسب نیست. قائلیم که این توضیح مناسبی نبوده، حالا باید مکانیزم های مناسب هم آیین نامه ای هم تشریعی در نظر بگیریم، کمی این افزایش ظرفیت اتفاق بیفته، هم ما بتونیم این توضیح رو به صورت مناسب و برابر با رویت عدالت محوری انجام بدیم. یه بحثی رو حالا چون فرمودید می‌خواستم عرضمش از شما بپرسم. ظاهراً وزارت بهداشت پیشنهادش در مورد اون افزایش 20% عمومی تعهد خود خدمت 3 برابر هست. موضع شورا در مورد این چیه؟ چون خیلی از دانشجو از این شاکی هستند که مثلا 7 سال درس خونده ولی مجبور بیش از 20 سال در مناطق محروم مثلا تحصیل بکنه. طبیعتا خب خیلی هم شاید اقبال نکنن، درسته؟ آره، این بحث رو یه خورده داریم با وزارت بهداشت. ببینید ما یه سهمیه عدالت یا بومیگزینی داریم که سالیانه 30% 30% هست که مسببه مجلس هست. اونجا 3 برابر دوران تحصیل تعهد میگیرن از دانشجو. ما برداشتمون اینه که این 3 برابر دوران تحصیل برای تعهد خیلی زیاده. 21 سال مثلا شما نگاه بکنید یه دندانپزشک یا پزشک 7 سال دورشه، بعد دیگه تخصص، بعد دوباره فوق تخصص، این باید میخواد به اون مرحله برسه، بعد 21 سالش هم بزن مناطق محروم یا بمونه، این باعث میشه که رغبت این دانشجویان یا داوطلبین برای شرکت در دوره بومیگزینی کاهش پیدا بکنه. ما برداشتمون اینه که این افزایش اتفاق بیفته، اما دانشجویان مستعد علاقمند با تعیین سازوکارهای مناسبتر، حالا شاید ما قائل باشیم 1 برابر دوران تحصیل کافی باشه برای این، یعنی که ما 7 سال یه جوان ما بره تو مناطق محروم خدمت بکنه، به نظر من هم وظایف ملیش و دینیش انجام داده و هم مردم و منطقه از این خدمات استفاده کرده. به برنامه ساده‌تر یعنی دکتر ما به جای اینکه 1 نفر مجبورش بکنیم 20 سال اینجا بمونه، 3 نفر رو مجبور کنیم 7 سال اونجا بمونه اضافه تر بمونه. یعنی با افزایش ظرفیت بتونیم این نقص رو جبران کنیم. دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. اینم حالا دغدغه‌ای بود که دانشجوها خب خیلی جدی داشتن و مطرح می‌کردن در مورد اینکه ما هم دوست داریم خدمت بکنیم، کمک بکنیم، ولی واقعاً دیگه 20 سال 21 سال ظالمانه است برای اینکه
ما یه کسی که شاید هم لزوما بومی و منطقه نیست، ولی اگر کسی بومی یک منطقه باشه میگیم خب بالاخره کنار خانواده است، هست توی منطقه خودش داره کار میکنه و اینها. خیلی ها به خاطر سهمیه مناطق محروم مجبور میشن برن مناطق محروم، جایی که از خانواده‌شون دورن و مسائل چنینی دارن. حتی بومی اون منطقه هم دوچار مشکل میشه، چون ما دونن تخصص و فوق تخصص هم داریم، طرف میخواد رشد بکنه، میخواد رشد بکنه، اصلا نه بیاد دوباره منطقه خودش خدمت بکنه، اما میخواد بره تحصیلش بکنه، رشد بکنه، تا با مثلا با مدرک فوق تخصص بیاد تو منطقه خودش خدمت بکنه. اما این 21 سال باعث میشه که خیلی، یعنی طرف بعد از 21 سال شاید اون توانایی، اون علاقه و انگیزه برای ادامه تحصیل دیگه نداشته باشه. این هم از دوستان داریم. خیلی متشکرم، بازم از شما تشکر میکنم، زحمت کشید، تشریف آوردید. انشالله که این مسابقه هم ختم به خیر بشه و تصمیم گرفته بشه که منافع ملی مردم رو تأمین بکنه. ما هم در این عرصه در خدمت شما هستیم، هر موقعی که نیاز به کمک و اطلاع رسانی وجود داره در بدنه دانشجویی، در خبرگزاری، شما بفرمایید ما در خدمت شما هستیم. قطعا رسانه خیلی میتونه برای گفتمان سازی این موضوع با ما کمک بکنه. انشالله در کنار هم بتونیم مسائل حوزه آموزش، چه آموزش پزشکی، آموزش عالی و آموزش پرورش رو در کنار شما پیش ببریم و حل بکنیم. انشالله. خیلی متشکرم. از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. امیدوارم که بحث و گفتگوی ما برای شما مفید بوده باشه. خدا نگهدار.